و فرهاد پولادی خبرنگار ما که دیروز و بامداد امروز از مقر کارزار انتخاباتی کامالا هریس در دانشگاه هاوارد در شهر واشنگتن گزارش میداد الان از همون محل با ماست. فرهاد، خبر داری که چه زمانی کامالا هریس قراره درباره انتخابات صحبت کنه و اینکه به طور سنتی این سخنرانی چه مسائلی رو در بر خواهد داشت؟ خب خانم کامالا هریس به گفته کمپین انتخاباتیش قرار ساعت 4 از سخنرانی کنه به همراه همسرش داگ امهاف. صفی که پشت سر من میبینین صف هوادارانی هستش و طرفدارانی هستش که منتظرن سخنرانی که معروف هستش به سخنرانی شکست، قبول یا پذیرش شکست رو بشنون. خانم کامالا هریس دیشب قرار بود سخنرانی کنه ولی بعد از اینکه اون شمارش کالج الکترال به نفعش نبود منتفی کرد اون سخنرانی رو و به امروز موکول کرد. امروز هم گفتن ساعت 4 از قرار اینجا به وقت محلی سخنرانی کنه. این یک چیز سنتی هستش که رؤسای جمهور نامزدان شکست خورده سخنرانی شکست رو اعلام میکنن و میگن که خب مردم آمریکا به صورت دموکراتیک صحبتشون رو کردن، حرفاشون رو زدن و تلاش خواهند کرد که بگن برنامه هامون این بوده و خب حالا باید از این بعد راه رو به طریق دیگری ادامه داد. و خب خانم کامالا هریس که همکنون هم معاون رئیس جمهور آمریکا هستش به سر کار همیشگیش در برنامه در چارچوب همون برنامه کاخ سفید رئیس جمهور آمریکا جو بایدن برخواهد گشت. گفته شده بود که خانم کامالا هریس و همچنین جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قرار است امروز چهارشنبه هم تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا صحبت کنند و به طور سنتی این مکالمه به صورت کوتاه خواهد بود و کلا در حد تبریکات هستش. جو بایدن یک مطلب دیگه هم اضافه کرده، یعنی کاخ سفید به نقل یک مقام در کاخ سفید اعلام کرده که جو بایدن در مراسم تحلیف دونالد ترامپ شرکت خواهد کرد. ممنونم ازت فرهاد پولادی، همکارم از محل مقر انتخاباتی کامالا هریس در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا.